مرده تو سطح شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلولا از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داده. وقتی من تو خونه هستم معلولیت همون بیشتر میدیدم، میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم. یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن. زندگی مسیر پرپیچ و خمی است، پر از موانعی که سد راه می شوند، بهانه هایی برای بازگو کردن خاطرات تلخ شکست های زندگی. اما بعضی از همین قصه ها با به وجود آمدن شرایطی زمین ساز موفقیت های بزرگی می شوند. اینجا یکی از سواحل شرقی دریای خزر است. به زودی بزرگترین اسکله تفریحی توریستی ایران در این محل ساخته می شود. قرار نیست این پروژه تنها برای سرمایه گذاران آن سودآوری داشته باشد، بلکه هدف بزرگتری را دنبال می کند که برای دانستن آن باید قصه زندگی یک مرد را بشنویم. در دهه‌های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیش از 500,000 کودک سرنوشتشون به کلی تغییر کرد. محمد یکی از اونها بود. خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر، یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم. این سوالی بود که ذهن تمام اعضای خانواده را به خود مشغول می‌کرد. بیش از همه مادر نگران بود. او می‌دانست که احتمالاً چه سرنوشتی در انتظار فرزند اوست. اما فقط نگرانی کافی نبود. مادر سعی می‌کرد که پسرش نگاهی درست و متفاوت داشته باشد. وقتی دید مادر من در میان بچه‌ها نمی‌تونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه‌هایی،
تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر کنی. چنین برخوردهایی باعث شد محمد در کودکی هرگز احساس ناتوانی نکند. آرام آرام کنترل بخش از اعضای بدن خود رو به دست گرفت. تصمیم گرفت مثل همسن و سالانش به مدرسه بره. اما متوجه شد کمتر کسی او رو باور داره. دردی رو تجربه می کرد که بسیار شدیدتر از درد پاهاش بود. او با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفتند. مدیر اجازه ثبت نام محمد را نداد. جملاتی بر زبان آورد که با گذشت بیش از 50 سال هنوز در گوش محمد میپیچد و همچنان آزارش میدهد. چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد. هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر می شود. او را به خانه ببرید. طفلکی را آزار ندهید. محمد پاهای برادرش را محکم چسبیده بود تا خودش را سر پا نگه دارد. چنین برخوردی را باور نمی کرد. برادرش زیر بار نرفت. تحصیل را حق محمد می دانست. پافشاری کرد. و با اصرار و تلاش زیاد او را در همان مدرسه ثبت نام کرد. اینقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد. و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده میشد تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم. دیگه اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. خلاصه به مانند همون جوانهای قبل انقلاب، اون معیارهایی که در جامعه مطرح بود، من دچار افسردگی پنهان شدم. زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزادهی شاید شفا بگیریم. محمد در پی چیزی بود که از همان کودکی جامعه از وی دریغ می کرد. چیز زیادی نمی خواست. در پی نگاهی عادلانه به قامت خود بود. نگاهی برابر، نگاهی یکسان، مثل تمام افراد جامعه. اما بیشترین چیزی که در همه این سالها آیده او شد، تنها نگاهی تحقیرآمیز بود، همراه با ترحم. روزهای مدرسه روزهای تلخی برای محمد بودند. زنگهای تفریح طولانی ترین لحظات بود. او سهمی در بازیهای کودکانه حیات مدرسه نداشت. او نمیتوانست با همکلاسی های خود بازی کند. معنی زنگهای تفریح برای او چیزی نبود جز شنیدن صدای دور همهمه شادی بچه ها. در همان ایام که به سختی سپری می شد، اتفاق تلخ دیگری رخ داد. محمد مادرش را از دست داد. داشت فضای یه مقدار سیاسی میشد، نزدیک به انقلاب میشدیم. من با خواندن کتاب‌های مذهبی، اجتماعی، سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در تن و بدن انسان. به انگیزه این که پزشک بشم
ساکمو بستم، بی اون که کسی رو در اون بر آب ها داشته باشم، با یک عزم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره، رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس خوندم. رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم. و خیلی شیرینه، اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از قزوین آینده مطب بزنم که اون مطب به من راه روش سه پیچ داشته باشه. یه صندوق بزنم به دیوار، بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریز توی این صندوق بابت ویزیت پزشک، اما اونقدر بریز به که پزشک گشنه نمونه. محمد که با اهداف بزرگی راهی غربت شده بود، در آمریکا زمان زیادی را صرف فعالیت‌های سیاسی می‌کرد. او نمی‌توانست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی‌تفاوت باشد. با شدت گرفتن مبارزات، دوری از ایران را تحمل نکرد و به ایران بازگشت. من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش. ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور، خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه، من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم. بعد از انقلاب محمد فکر میکرد مسیرش را پیدا کرده. او ایران را انتخاب کرد و دیگر قصد بازگشت به آمریکا را نداشت. چیزی نگذشت که جنگ ایران و عراق آغاز شد. این بار بحث انتخاب نبود. جنگ همه چیز را نابود کرد. او احساس میکرد باید کاری کند. اجازه نداد معلولیتش را محدود کند. طرحی ارائه داد و در شهرک صنعتی قزوین شروع به بازسازی مناطق صنعتی کرد. پس از جنگ محمد موسوی با سرمایه اندکی که از خانواده خود گرفته بود، شروع به فعالیت‌های اقتصادی کرد. راه اندازی پرزحمت این کارخانه تحقق اولین هدف بزرگ محمد بود. اشتغال زایی برای معلولین. 20 سال از آن زمان می‌گذرد و امروز کارکنان این کارخانه از 35 نفر به 700 نفر رسیده. حالا شما اینجا معلولیت رو چی میبینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. اما مرتاض هندی که دست داره دستشو محدود میکنه، از پی اون محدودیت به متافیزیک دست پیدا میکنه. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروب رو ندید، میکروسکوب رو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هرچه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هرچه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟
این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفات بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم. الو، سلام. یکونی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه میبرسم. قربان شما، خداحافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟ من تقریبا الان خیلی وقته. چند سال میشه؟ تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم. بلیت فروشی بوده؟ بله، بلیت زمکون بوده. آره. از اونجا بیرون انداخته. من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادتپور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جزء اولویت‌های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما انشاءالله شما مشغول به کار بشید. من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیامدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده میکنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونها هیچ شانس اشتغال ندارن. در اوایل دهه 70 او با همفکران خود اقدام به تأسیس کانون معلولین توانا کرد. آنها در این کانون قصد دارند نگاه مردم را به جامعه معلولین تغییر دهند. می‌خواهند به بقیه بگویند به جای کمک مالی و نگاه ترحم‌آمیز به توانایی‌های معلولین دقت کنید. معلولین نمی‌خواهند سربار باشند و با خیرات شکم‌هایشان را سیر نگه دارند. یکی از اعضا با شما کار دارن، خیلی وقته که وقت گرفتن که شما رو ببینن. خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟ ضعف پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقص رو داره، مینشست شدیدن گریه میکرد. آره شدیدن. مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشینم تو دانشگاه، خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم. الان چه دانشگاهی میری؟ این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی. خیلی موثر بود. من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که اساسی تر. همیشه دوست دارم کامل باشه. الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشی که چی؟ چجوری؟ پیشرفت داشته باشم. همینجور ثابت نمونه. باورم اینه که باید یک یا ببخشید شرمنده. بگو. چرا برای افراد نابینا مثل بقیه کاری پیش نمیاد؟
من یه بارم تو صحبتام خدمت شما عرض کردم از نظر دیگران بله ما از نظر دیگران خیلی کار کردیم چون خیلی ها کار نکردن ما در مقابل کارهای نکرده یه ذره کار کردیم شده کار به کسی که دو دست نداره به کسی که پا نداره ما کار کارگری دادیم مایه خجالت ماست ما خجالت میکشیم ما کار ندادیم ما کاری نکردیم ما به تن رنجور طرف رو آوردیم کارگرش کردیم وعده قرآن و وعده مسئولین از اول انقلاب این بوده مستضعفین باید حاکم بر جهان شمن ما آوردیم کارگر بر جهان کردیم ما کار کردیم از پی کار نکردن اونها این در سبیل گدایی بوده ما خیلی کار کردیم نذاشتیم گدایی بره بکنه آوردیم کارگری کرده اندیشه و باور من و دوستان من در کانون همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه مدیریت استاد دانشگاه بودن مدیریت در امور تحقیقاتی کارهای فکری مال معلولینه باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغل‌ها رو داشته باشن محمد با این نگاه در حال فراهم کردن مقدمات کار بزرگی است. او می‌خواهد شرایطی مناسب برای حمایت تحصیلی از معلولین ایجاد کند. این پروژه تفریح توریستی قرار است منبع مالی مهمی برای این هدف باشد. این عکس زیر دو سالگی بنده هست قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم و اگر موقعیتی بشه بود قصه بشه این عکس رو من ببینم مثلا ولی امروز حوض کردم حالا این عکس رو میریم تو خلوت میبینیم خب آقا خداحافظ شما یا علی یا نه نه داره بگیر داره این پا رو بذار بالا خب نکش خب بریم آقا